سلام بینندگان عزیز، ما همواره در حال تنفس، خوردن و نوشیدن مواد سمی و مواد شیمیایی خطرناک هستیم. به همین دلیله که مکمل‌های زیادی برای سم‌زدایی به وجود اومدن، اما بیشتر اونها دارای اثرات جانبی مضر هم هستند. شما میتونید با انجام تغییرات ساده‌ای در رژیم غذاییتون خون خودتون رو تصفیه کنید. در ویدیوی امروز در مورد مواد غذایی صحبت می‌کنیم که برای تصفیه طبیعی خون مناسب هستند. شماره 1، جعفری. جعفری غنی از آنتی اکسیدان و ویتامین‌های مانند آ، سی و کاست. ما معمولاً خواص فوق‌العاده این سبزی رو نادیده می‌گیریم. ریه‌ها، کبد و کلیه‌ها مهم‌ترین ارگان‌های بدن برای سم‌زدایی از خون هستند. جعفری میتونه به آزادسازی سموم از این ارگان‌ها کمک کنه. روغن‌های فرار جعفری میتونه ترکیبات عامل سرطان رو خنثا کنه. زغال باقی مونده روی گوشت گریل شده ممکنه حاوی مواد سرطانزا باشه. در نتیجه از این پس هر وقت خواستید باربیکیوی خودتون رو راه بندازید، حتما مقدار زیادی جعفری هم روی استیک استفاده کنید. برخی مطالعات روی حیوانات نشون دادن که جعفری و ریحان دارای کارکردهای محافظت از کبد هستند. مصرف منظم جعفری باعث از میان بردن ضایعات کلیه ها میشه. بدون تصفیه صحیح و مناسب، سموم در سیستم گردش خون شما جریان پیدا میکنه. آب جعفری از گزینه های فوق العاده برای جلوگیری از ضعیف شدن چشم هاست، چرا که میتونه گردش خون رو در مویرک ها افزایش بده و سلامت چشمان شما اطمینان حاصل کنه. آیا تا به حال دمنوش جعفری رو امتحان کرده بودید؟ آیا پس از مصرف منظمش تغییری در وضعیت سلامت خود مشاهده کردید؟ در زیر برای ما کامنت بگذارید. شماره 2، قهوه. فنجان قهوه‌ای که صبح ها مصرف میکنید میتونه بهترین چیزی باشه که برای تصفیه خون لازم دارید. این شاید سالم‌ترین نوشیدنی باشه که در طول روز مصرف می‌کنید. قهوه دم کشیده و قهوه فوری هر دو می‌تونه سطح انرژی شما رو بالا ببره و از شما در برابر بسیاری از بیماری‌های ترسناک محافظت کنه. قهوه یکی از قوی‌ترین سم‌زداهاست و می‌توان اون رو یکی از داروهای بهبود عملکرد بدنی دونست که به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته. مطالعات نشون دادن که مصرف قهوه میتونه خطر سیروز کبدی رو از میان ببره و همچنین خطر التهاب و سرطان کبد رو هم کاهش بده. قهوه این توانایی منحصر به فرد رو داره که از تجمع چربی و کلاژن مازاد بدن در کبد جلوگیری کنه. این خواص قهوه در صورتی حاصل میشه که اون رو بدون خامه و شکر مصرف کنید، چرا که اونها دقیقاً اثر عکس روی کبد میذارن. شما میتونید مواد طعم دهنده دیگری رو به قهوه خودتون اضافه کنید، مانند دارچین، هل، نعنا، پودر کاکائو و همچنین زنجبیل. با این کار شما میتونید همه عوامل مرگ و میر ناشی از بیماری های کبدی رو از میان ببرید. مصرف متعادل قهوه به کبد شما این شانس رو میده که احیا بشه. تعجبی نداره که قهوه محبوب ترین نوشیدنی در سراسر جهانه. قبل از ادامه بحث، دوست دارید بدونید برای رشد موهای خود چه ویتامین هایی را باید مصرف کنید؟ میتونید این کلیپ رو در کانال دوم ما تماشا کنید. لینک کلیپ در قسمت بالای تصویر، قسمت نظرات و توضیحات گذاشته شده. شماره 3، شکر زرد یا جگری. شکر زرد یا جگری یک شیرین کننده گیاهیه که در جنوب شرق آسیا و در آفریقا وجود داره و در اون قندهای اصلاح شده و تصفیه شده وجود نداره. به نظر میرسه که این نوع شیرین کننده از شکر سفید بسیار سالم‌تر باشه. شکر زرد حاوی مواد معدنی بسیاری مانند کلسیم، منگزیم، پتاسیم و فسفره. به علاوه مقدار آهن زیادی در اون وجود داره. دریافت مقدار آهن کافی میتونه احساس خستگی شما رو کاهش بده و عملکرد ماهیچه‌های شما رو بهبود ببخشه. اگر رژیم غذایی روزانه شما فاقد آهن کافی باشه، با کمخونی مواجه میشید. همچنین مصرف شکر زرد به جای شکر سفید میتونه باعث افزایش مقدار آنتی اکسیدان ها در بدن بشه و شما رو از برخی سرطان ها دور کنه. به علاوه شکر زرد به کاهش سرعت پیری و کم شدن احتمال زوال عقل و تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا می انجامه.
همچنین شکر زرد به کاهش لخته شدن در سیستم گردش خون کمک میکنه. بار سموم در بدن با مصرف شکر زرد تا چندین برابر کم میشه. شکر زرد برای دستگاه گوارش هم مناسبه. این شیرین کننده گیاهی حاوی ملاسه که شکل به خصوصی از فیبره. برای کسانی که معمولاً با مشکل یبوست روبرو هستن، مصرف روزانه شکر زرد میتونه به روان شدن شکم و دفع آسون زایات کمک کنه. شماره 4، چای سبز. این نوشیدنی معجزه‌آسا در رأس فهرست نوشیدنی‌های سالم قرار داره و میتونه آرامش سیستم عصبی شما رو بهبود بده. اگر شما از این نوشیدنی آرامش بخش استفاده نمی کنید، حالا زمان اون رسیده که اون رو به بخشی از رژیم غذایی معمول صبح ها تبدیل کنید. چای سبز برای کسانی که به سلامت خود اهمیت میدن مناسبه، چرا که به تخلیه کالری ها کمک میکنه و همچنین چربی های کبد رو خارج میکنه. کاهش میزان چربی باعث بهبود سلامت کبد میشه و احتمالاً از سرطان کبد جلوگیری میکنه. مطالعات نشون داده که نوشیدن چای سبز به تقویت بیشتر سلامت کبد که یک ارگان سمزداست کمک خواهد کرد. شماره 5، زردچوبه. زردچوبه از بهترین مواد مغذی برای بهبود سلامته. برای خودتون لاته زردچوبه درست کنید تا مشکلات دستگاه‌های مختلف بدن شما حل بشه. ماده فعال موجود در اون یعنی کرکمین دارای خواص ضد التهابه و بهترین التیام دهنده طبیعی به شمار میره. مالیدن زردچوبه روی زخم یا جای بریدگی میتونه به کاهش ورود میکروب ها به داخل سلول های خونی منجر بشه. بسیاری از ما محصولات مراقبتی پوستی زیادی رو برای آکنه و لکه های پوستی امتحان کردیم، اما ما معمولا نمیدونیم که این مشکل از درون بدنه. بسیاری از محصولات موضعی نمیتونه کارآمد باشه. این نشان دهنده وجود ناخالصی در خونه. یک مداخله فعال از طریق زردچوبه میتونه باعث از میان رفتن خارش، حساسیت، جوش، دانه، اکزما و سوریازیس بشه. به علاوه زردچوبه استرس و تنش رو از همه اعضای بدن دور میکنه، چرا که خون و اعضای بدن رو متحد و یکپارچه نگه میداره. شماره 6، کلم. رادیکال های آزاد با مصرف این نوع سبزی چلیپایی کنترل میشه. سبزیجات دیگه متعلق به این گروه شامل گل کلم، کلم بروکلی و کلم برگ هستند. این سبزیجات غنی از فیبر میتونن منبع مناسبی برای منیزیم، فسفر، ویتامین سی و کلسیم باشن. اونها همچنین منبع خوبی برای آنتی اکسیدان ها هستند. آنتی اکسیدان ها به کاهش اثرات رادیکال های آزاد در بدن کمک میکنن. مطالعات نشون دادن که ترکیبات سولفور نه تنها دارای ویژگی‌های ضد التهاب هستند، بلکه همچنین دارای ویژگی‌های سمزدایی از جریان خون هم هستند. کلیه‌های شما به تصفیه خون و حفظ تعادل آب کمک می‌کنند. فرآیند تصفیه خون ناخالصی‌های اون رو دفع می‌کنه. پس بسیار ضروریه که از کلیه‌ها در برابر بیماری‌ها محافظت کنیم. مطالعات نشون دادن که سبزیجات چلیپایی و به خصوص کلم میتونن برای کاهش خطر سرطان کلیه مفید باشن. از پختن بیش از حد کلم اجتناب کنید. شما میتونید کلم معمولی و کلم قرمز رو به سالاد خودتون اضافه کنید. شماره 7، چغندر. دامنه مواد مغذی چغندر بسیار قابل توجهه. این نوع سبزی سرخ رنگ دارای مقادیر کالری پایین و مملو از آنتی اکسیدان ها و ویتامین هاست. برگ های چغندر هم بسیار خوشمزه است و میتونید اونها رو به سالاد خودتون اضافه کنید. نیترات ها و بتالائین ها از ترکیبات شیمیایی هستند که باعث کاهش التهاب و آسیب های اکسایش کبد میشن. شما میتونید چغندر تازه رو به صورت خام، ترشی، خرد شده و یا تف داده شده مصرف کنید. شماره 8، گل ختمی. این دمنوش خوش رنگ سطح آب بدن شما رو برای مدت طولانی بالا نگه می‌داره. رنگ قرمز و روشن اون ناشی از رنگدانه‌ای به نام آنتوسیانینه که دارای خواص ضد التهاب و ضد سمیت کبده. به علاوه این نوشیدنی دارای مواد مغذی بسیاریه و یک ماده تصفیه کننده خون به شمار میره که به کلیه‌ها در فیلتر کردن خون کمک می‌کنه. شما میتونید این نوشیدنی رو در هر زمان از روز که خواستید مصرف کنید. تنها باید چند برگ گل خشک شده رو به شکل سرد دم کنید و یا از انواع کیسه‌ای اون استفاده کنید.
این نوشیدنی میتونه با اختلالات خونریزی مقابله کنه و به زیباتر شدن چهره شما هم کمک میکنه. شماره 9، توت ها. بلوبری، کرمبری، تمشک و توت فرنگی میتونه به شما در گنجاندن آنتی اکسیدان های فراوان در رژیم غذاییتون کمک کنه. اونها بهترین نوع میان وعده ها هستن. مطالعات حیوانی نشون داده که بلوبری برای کلیه ها بسیار مفیده. همچنین کرمبری برای حفظ سلامت مجاری ادراری مناسبه و به دفع باکتری های مضر که عفونت ایجاد می کنند کمک می کنه. اونها به کارکرد صحیح کلیه ها کمک زیادی خواهند کرد. شماره 10، سبزیجات برگدار سبز رنگ. طعم گس سبزیجات به تغییر تعادل پیهاش از حالت اسیدی به حالت مطلوبتر قلیایی کمک می کنه. اسفناج، کلم، کاهو، دانه خردل، برگ چغندر، شابانک، رازیانه و شوید مملو از مواد معدنی و ویتامین های ضروری هستند که سیستم بدنی شما رو همانند یک دستگاه روغنکاری شده سراپا نگه می دارن. آنزیم های موجود در اونها می تونه به افزایش سرعت فرایند سمزدائی در کبد کمک کنه. مواد مغذی گیاهی می تونه به ایجاد یک پوست شفاف، حافظه دقیق و احشای سالم منجر بشه. و شماره 11، زنجبیل. یک ماده فوق مغذی. مزایای اون بسیارند. از درمان بیماری حرکت تا سرماخوردگی و سرفه. زنجبیل باعث افزایش سرعت جریان خون میشه. هنگامی که جریان خون به درستی عمل کنه، میتونه مواد مغذی بیشتری رو از غذاهایی که میخورید جذب کنه. خواص درمانی زنجبیل به واسطه ترکیبی به نام جینجراله. این بدین معنیه که شما میتونید اکسیژن بیشتری رو به سیستم وارد کنید. مصرف زنجبیل باعث بهبود خلق و افزایش سطح انرژی شما حتی پس از یک روز شلوغ کاری خواهد شد. جینجرول فراورده های التهابی رو از سیستم بدن خارج میکنه. مصرف یک لیوان دمنوش زنجبیل در بعد از ظهر میتونه به از میان رفتن سموم کبد منجر بشه. برخی از مطالعات نشون دادن که زنجبیل در درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی سودمنده. داشتن یک کبد قوی باعث میشه که سمزدایی از خون در بدن سریعتر انجام بشه. پس نگاه داشتن کبد در شرایط مناسب ضروریه. شما به کدوم یکی از مواد غذایی معرفی شده در این ویدیو علاقمند هستید؟ در زیر برای ما کامنت بگذارید و با جامعه دیلی فیتنس گفتگو کنید.